و اون مربوط است به داستان ارتباط توینبی، مورخ خیلی نامدار انگلیسی و امر بهایی. موقعی که من در انگلستان بودم درس میخوندم، جناب بالیوزی رئیس محفل ملی بودن، برای من تعریف کردن که ایشون بعد از اینکه در دانشگاه آمریکای بیروت لیسانس گرفتن، برای ادامه تحصیل اومدن به انگلستان و از دانشگاه لندن فوق لیسانس گرفتن که اون موقع در انگلستان بهش میگفتن پست گریجویت، این مساوی با مستر دیگری بود، و بعد شروع کردن به کار کردن برای پی اچ دی، درجه دکترا. استاد راهنمای ایشون همین تونبی معروف بود. بعد جناب بالیوزی به من شهر دادن که با توینبی راجع به امر بهایی و تعالیم حضرت بهاءالله اینا صحبت کردن و اون هم در کتابش همجور که همه همون میدونیم ذکر کرده و این حرف. این قضیه گذشت. بعد از سالها در تهران این یه مؤسسه بود انگلیس ها درست کرده بودن در کشورهای مختلف به اسم بریتیش کانسیل که مؤسسه روابط فرهنگی انگلستان بود با اون مملکت، یکم در تهران بود. این بریتیش کانسیل در تهران از توینبی دعوت کرده بود بیاد یه سخنرانی بکنه در دانشگاه. من شنیدم که توینبی میاد برای سخنرانی، رفتم به جلسه. وقتی صحبتش تموم شد وایساده بود، یک عده‌ای هم دورش بودن از جمله دکتر یارشاتر که اون موقع برای سفر به تهران اومده بود و وایساده بود اونجا. منم رفتم جلو و آشنایی سلام علیکی کردم و دکتر یارشاتر منو معرفی کرد به توینبی. من به توینبی گفتم که من خیلی راجع به شما شنیدم از جناب مستر بالیوزی، حسن بالی. تا اسم بالیوزی رو بردم توینبی گفت بالیوزی بهاییه؟ گفتم بله. گفت اون بود که راجع به دیانت بهایی با من صحبت کرد. یعنی این رو خود توینبی شخصا به من گفت. این است که در این که جناب بالیوزی واسطه معرفی امر به توینبی بوده و توینبی این نظر مساعدی که نسبت به امر بهایی تو کتابش نوشته در اثر ارتباطش با جناب بالیوزی بود مسلم شد.